بسیار عالی. آقای رحیمیان، چه مدل هایی از سرمایه گذاری در این قسمت وجود داره؟ اگر در واقع اگر منظورتون صندوق RESP هست، بازنشستگی هست، ببینید ما تو صحبت همون اشاره کردیم که پرووایدرهای مختلفیه، بعضی ها رو ما نمیپسندیم به خاطر نیچرشون چون میوچل فاندن. خب بعضیا باز موردهای دیگه پیشنهاد میکنن، وقتی به بانک مراجعه میکنن مورد GIC رو پیشنهاد میکنن. ما پیش بینی میکنیم که GIC به خاطر اینفلیشنی که وجود داره خانه خان نمیتونه در واقع مورد خوبی باشه. حالا برگردیم به دو تا موردی که خیلی مطرح هست. یکی در واقع شرکت های بیمه هستن که میتونن در واقع در این بخش سرمایه گذاری صورت بگیره که معمولا در segregated fund صورت میگیره، به این معنا که پول سرمایه گذاری در واقع بیمه میشه و عموما از فاند ها و مورد هایی رو انتخاب میکنن برای سرمایه گذاری که کمترین ریسک داشته باشه. و مورد آخر مورد اسکولارشیپ هست. در اسکولارشیپ ها که خب باز هم چندین کمپانی مشغول هستن به این شکل که میتونه پلن ها به صورت گروهی باشه و به صورت ایندیویژوال باشه. به تبع هر کدوم اینها بنا به نیت آن خانواده، پدر و مادر یا در واقع شخصی که در واقع سرمایه گذاری میکنه میتونه متفاوت باشه. من فکر میکنم جا داره که افراد با توجه به توان پرداختشون، با توجه به شرایطشون، وقتی با ما صحبت میکنن، تلفن میزنن، تماس میگیرن، ما میتونیم این راهکارا رو بهشون نشون بدیم چون هر کدومش میتونه متفاوت باشه و ما این امکان آمادگی رو داریم. نکته ای رو که بد نیست اشاره کنم اینه که بعضی از کمپانی های بیمه که البته فقط یک کمپانی بیمه هستش که در این خصوص چنین طرحی رو داره، یعنی طرح صندوق پسنداز تحصیلی، این بونس هم میده، یعنی طبق باز شرایطی غیر از اون مبالغی رو که سرمایه گذاری میشه و سود میاد رو اون پول، اون بونس رو هم میده. ما این انتخاب رو بنا به در واقع نیت خانواده، بنا به طرحایی که وجود داره، پرفورمنس های مختلفی که وجود داره، میتونیم به خانواده ها نشون بدیم. برای همینه که انتظار داریم که خب به دیدن این برنامه نمیشه اکتفا کرد، حتما با ما تماس بگیرن و ما به تبع سعی میکنیم این راهکارا رو نشونشون بدیم که با بهترین در واقع پرفورمنس بتونن انتخاب صحیح داشته باشن. چون به نظر من میادش که دنیای امروز دنیاییه که به ما این اجازه رو میده که ما بتونیم حق انتخابهایی داشته باشیم و ما از اونجایی که این قابلیت رو داریم در مقام بروکر، در مقام اینکه نمایندگی هایی داریم، بتونیم این ویژگی ها و این مشخصات رو به کلاینت هامون ارائه بدیم تا بهترین انتخاب رو بتونن داشته باشن. دقیقاً همینطور. آقای رحیمیان، به عنوان آخرین سوال خوبه که مطرح کنیم، خیلی تند و سریع البته اشاره میکنم، وقتمون تقریبا رو به اتمامه. خب الان فکر کنین که کسی که سرمایه گذاری کرده، فرزندش میخواد بره دانشگاه، چیکار باید بکنه؟ این پولش چجوری میتونه دریافت کنه؟ من فکر میکنم منظورتونه که به زمانی رسیده که دیگه بچه داره میره دانشگاه. بله. اوکی. اتفاقا ما نمونهای زیادی داشتیم این روزها که خب میرن و مدرکشون رو، ثبت نامشون رو میارن و به تبع ما این درخواستشون رو میفرستیم با اون برگه ثبت نامشون و پولشون رو دریافت میکنن. خیلی خیلی متشکرم. و کافیه که اگر کیسی دارن، موردی هست، با ما در میون بذارم و راهنمایی لازمه رو خواهیم داشت و جای نگرانی نیست. حتما. و شماره تماس ما هم هست 905-370-2011. کماکان برای ما ایمیل بزنید info@inshofin.com. تشکر میکنیم از تمام کسانی که از هر جای دنیا با ما تماس گرفتن و یا برای ما ایمیل زدن و سری هم به وبسایت ما بزنن، بعد نیست، اطلاعات خوبی هم در اونجا هست، inshofin.com. برنامه امروز ما کم کم رو به اتمامه. خیلی متشکرم از شما آقای رحیمیان. بینندگان عزیز، فراموش نکنید که فرزندان کوچک امروز شما زنان و مردان فردای جامعه هستند. دنیای فردا رو بر ستونهای علم استوار کنید. خدا نگهدار. ما باید با طرح و برنامه‌ریزی امروز به فکر فردامون باشیم. حتما. خداحافظ. خدا نگهدار.
من محمد رحیمیان، مشاور انواع بیمه و سرمایه گذاری، مدیر شرکت اینشوفین. تخصص من در بیمه عمر، بیمه از کار افتادگی، بیمه بیماری های سخت، بیمه دارو، درمان و دندان، بیمه وام مسکن، بیمه بیزینسی و گروهی، بیمه های مسافرتی و تحصیلی و همچنین سرمایه گذاری تحصیلی RESP و بازنشستگی RRSP است. لطفاً جهت مشاوره رایگان با من تماس حاصل فرمایید. من در خدمت جامعه، خصوصاً ایرانیان عزیز هستم.